سلام خدمت دوستان عزیز بریم ادامه آموزش ریاکت رو دنبال بکنیم بچا جلسه ما به اینجا رسیدیم که در رابطه با مپ صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که توی پروژمون این عکس رو که سرچ می‌کردیم در واقع آرایه رو می‌گرفتیم و خواستیم روی آرایه یه دونه لوپ بزنیم روی یه دونه مپ بزنیم روی آرایه‌مون ما اینجا یه آرایه‌ای داریم از اکس ها که قرار روشون یه مپی بزنیم و با اون مپه می‌خوایم روی عکس‌ها یه کاری بکنیم اینجا نمایشش بدیم بریم ببینیم چه این کار انجام میدیم بچه خب من این کنسول رو برمیدارم خب چی می نویسم؟ می نوستم props dot images images اون آرایه‌مونه بچه ها خب میگم dot map خب یه پرانتز باز میکنم بعد میگم که توی آرایه‌مون به ازای هر عکس حالا اسمشون اینجا میزم image هر چی دوست داشته باشید میتونید بذارید بچه هر کدوم از این عکس ها رو بگیر چی کارشون بکن؟ بعد من یه دونه عکس یه تگ آی جی برگردون تگ آی ام جی, آی ام جی بچه ها یه دونه سورس داره من فعلا سورسش خالی میزنم تا برگ... یه چیزی چک کنیم به این صورت پس بچه ها من اینو بیارم پایین تر که ببینید دقیقا دارم چیکار میکنم خب ببین بچه ها ما اومدیم اون پراپسمون رو که در دل خودش یه آرایه از اکس ها داشت ایمیجز بود اسمش رو روش داریم مپ میزنیم روی آرایه داریم مپ میزنیم میگم به ازای تک تک اکس هایی که داخل این ایمیجز هست بر من یه تگ IMG برگردون تگ IMG بچه ها یه دونه سورس لازم داره ببینیم سورس رو چیکار باید بکنیم خب مجبورم اون یه تیکر بردارم که ببینید بچه ها یه کنید خب اینو من یه لحظه کوپس برمی دارم یه لحظه بچه ها کنترل اکس خب یه رفرش کنیم خب یه کار بنویسم دوباره یه لحظه صبر کنیم تا این نتیجهش بیاد ای بیا دیگه چه زمان تور کشید این دفعه یه رفرش دوباره بکنم مثلا فلاور این چیزی هیچیزی خب داره بازیش گرفته برای ما آها کنسول هایشو من برداشتم و دیگه ای بابا پستات ایمیژ خب ببینید بچه ها خب فلاور آها ببینید بچه ها آرایه به من برگشته داشت خب ما میخوام رو تک تک این آرایه که در هر کدوم یه عکس هستن یه دونه دقیقاً مپ بزنیم و میخوام ازشون یه تگ آی ام جی درست کنیم تگ آی ام جی من یه سورس میخواد بچا خب من اینجا کپی کنم که ببینید بعد تگ آی ام جی من یه سورس میخواد خب سورس اینجا از کجا پیدا کنم تک تک این ها رو که باز کنید یه قسمتی داره به نام یو آر ال کنید داخل یو آر ال یه سری لینک وجود داره برای سایزهای مختلف عکس اسمالش رگولارش را و فول من رگولارش رو میخوام یعنی فقط کافیه که این یورل رو آدرسش رو بذارم داخل اون سورسه همین چجوری این کار میکنم من اینو برمیگردونم اینجا می چی بچه ها؟ می نویسم image.urls. چی بچه ها؟ regular. همین. تمام. حالا بینیم پروژمون رو ببینیم. یه وارنینگی داده اینجا بزنیم چیه آن. 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 میگه آرت نداره خب اونو میذاریم کرد کار من دور یه اینتر میزنم بچه ها خب هنوز نشون نمیده چرا بچه ها چون هنوز من اینجا نیا من آرایم رو ساختم بعد این آرایم رو یه جوری بیارم داخل این تگ دیو نشون بدم چیکار میکنم یه متقیل اینجا تقیل بکنم نام کانست ایمیجز اون آر... مپی که زدم و اون عکس هایی که درست کردم و تگ ایم که درست کردم میرزم داخلش و میام اینجا نمایشش میدم ایمیجز حالا یه رفرش میکنم خب می نویسم کار یا اینتر خب میگه بعد کلید داشته باشه نمایش نداد میگه بعد یه کلید میخواستم اینو بذارم بعدش بگم اه... کارش کنیم بچه ها اکس رو داره میاره خب فقط مشکل اینجاست که مشکل اینجاست اتران فیلترش میخواد بچه ها من پروکسیم رو روشن کنم بعد برگریم این لحظه خب این قسمت بچه وارنینگ کی رو فعلا نگه دارید این ادامه بهتون میگم فعلا بذارید اکس رو بیاریم من یه رفرش بکنم من فیلترش کنم روشن بذارید من میاره اکس رو خب اینا بزن اینجا پاک کنم میزم کار یه اینتر یه در سب کنم این رو میاره این وارنگر الان رو صحبت میکنیم باید برای تک تک این اکس ها یه کلید تعریف بکنیم یه کلید یونیک تعریف کنیم این رو جوش قبلا صحبت کردیم حالا اجازه بدید اکس باز بازم نیومد چرا کنکشن تایم داره میده به من پروکسیم هم روشنه دیگه خب پچا بالاخره من میتونم پروکسیم عوض بکنم که کار بکنه بچه نیا کنید این اکس رو من اومد بچه ها نیا کنید داره دونه دونه اکس رو لود میکنه با موضوع ماشین خب حالا ما این عکس رو دیگه اینجوری که نمیخوایم نشون بدیم میگه میخوایم یه شکل یه اه... شمالی بهش بدیم حالا اون جلوتر میرسیم فعلا بریم سراغ این وارنینگ ها این وارنینگ رو اول مشکلش رو حل کنیم بعد بریم سراغ استایل دادن و اینو خوشگلایزیشن در اپمون خب بریم سراغ این وارنینگ ها خب یعنی من بیارم اینجا یه چیز دیگه هم هسته. مثلا تست سرچ کنم مثلا چت مثلا گربه ببینیم کار میکنه اوکی و اگه اوکی بود بریم سراغ وارنینگ ما بخدا سرعت اینترنت هم یه مقدار کند الان دیر لود میکنه و البته یه طرف هم فیلتر شکنی که دارم خب. یه رفرش بکنم حتی اومد یه لحظه ولی بستمش خب ببینید بچه گربه هم اومد خب داره گربه ها رو اکسش لود میکنه خیلی خب بریم سراغ وارنینگ بچه من باید به تک تک این عکس ها یه دونه کلید منحصر به فرد بدم چرا باید این کارو بکنیم بچه ها؟ چون ریاکت خب برای نمایش لیستی از بچه ها اکس ها خب و برای اینکه بخواد دقیقا اون, لیست رو رندر بکنه روی صفحه نیاز به کلید داره بریم با همدیگه بچه ها ببینیم مثالش رو من بیام داخل پینت خب من یه مثالی براتون میزنم که جا بیفته قضیه خب بذارم مشکی کنم خب بچه فرض کنید من یه لیستی از کارا رو دارم مثلا یه لیسته این خب رو اندازش کار نشته خب این لیست بچه ها خب قراره که اسمش رو بنویسم مثلا تودو دو مثلا اسمشو میذارم تو دو لیست خب این لیستی که ما داخل کدمون نوشتیم این لیستمون حالا من اینجا سفیدش کنم مثلا فرض کن اولی هست مثلا ریدینگ مثلا کار نداریم متنش خیلی توجه نکنید دومی هست مثلا اسپیکینگ آخرش هست مثلا رایتینگ بعد میاد چیکار میکنیم میگیم که من یه دو جدول تو اینی کردم اینو میخوام تو صفحه نمایش بدیم ریاک بدین تو صفحه نمایش میده خب میاد اینجا اینو تو صفحه نمایش میده اوکی اینجا می ریدینگ این میشه اسپیکینگ نه میشه رایتینگ این کجاست بچه این دام ماست می currently این the دام خب این the دام پس ما یه لیستی درست کردیم توی کد اون بچه سه تا عنصر داره سه تا انصار ریاک میاد توی دام ما نمایش میده حالا فرض کنید من بیام یه عنصر جدید اضافه کنم به این خب یه عنصر جدید اضافه کنم مقدار استیتمون اون اصطلاحا عوض بشه اینجوری بگم بهتون خب مثلا اسم جدید رو بذارم مثلا اسلیپ اسلیپینگ آدم درست نمیشه اینا کاری نداره اتفاقی که میفته چیه بچه ها؟ ریاک میاد یه لیست جدید درست میکنه یه یه لیست جدید درست میکنه اسمش الان بهتون میگم چون مقدار استیت ما عوض شده یه عنصر جدید بهش اضافه شده میاد یه لیست جدید درست میکنه این لیست جدیدمون هست ریدینگ اسپیکینگ رایتینگ و اسلیپینگ خب اسمش هم میذاریم چی بچه‌ها میذاریم نیو نیو رندرد لیست خب ریاکت چجوری کار میکنه وقتی یه لیست جدید رندر میخواد بکنه میاد نگاه میکنه میگه خب ریدینگ اینجا هست اینجا هم هست تو دام پس ریدینگ ما کار ندارم خب میاد ریدینگ رو کلا برمی میگه من ریدینگ کار ندارم اونو قبلا نشون دادم اسپیکینگ چی خب تو صفحه هست و با اسپیکینگ هم کاری ندارم خب رایتینگ چی رایتینگ هم صفحه هست اوکی با اینم کار ندارم خب اسلیپینگ رو نداریم اوکی ما اسلیپینگ رو فقط نماش میدم میاد توی داممون اسلیپینگ رو اضافه میکنه این کاریه که ریاک میکنه بچه اسلیپینگ برای اینکه که بتونه این کار را انجام بده نیاز به اون کلید داره بچه ها اگه اون کلیده رو ما تعریف نکنیم نمیتونه این کار بکنه خب یعنی اینجوری نمیتونه کار بکنه هر دفعه که یه لیست جدید تولید بشه کل اون لیست رو دوباره میاد صفحه نمایش میده خب این بعد از پرفرمنسی خوب نیست دیگه ما میخوایم فقط اونجایی که تغییر کردن رو نشون بده اش که ثابت بوده برای این کار بعد حتما نیاز داریم به کلید کلید باید یه چیز یونیک باشه بچا تو آرایه‌مون بچا تو این آرایه‌مون الان نگاه بکنیم چی یونیکه من بذار یه بار دیگه کنسول لاگ بگیرم اینجا اینجا کنسول دات لاگ پراپس دات ایمیجز بچه اینجا چی یونیکه؟ یه چیز یونیک اینجا برای من پیدا کنید و... چی بچه ها میتونید باشه اون یونیکه؟ آیدی این آیدی یونیکه میبینید بچه ها ما میتونیم از این آیدی استفاده کنیم به عنوان کلید به عنوان مثال چیز دیگه هم داره میشه استفاده کرد ولی بهترینش به نظرم همین آیدیه بریم این کار رو انجام بدیم خب بریم داخل کدوم بچه ها چیکار میکنیم؟ میام اینجا بچه ها. یه دونه اونسور اضافه میکنم به نام کی خب مساوی میذارم با چی بچه ها؟ میذارم image.id همین الان هر کدوم از این در عکسام هم یه دونه آیدی منحصر به فرد داره خب الان دیگه وارنینگ رو بچه ها دیگه نداریم حل شد مشکلش یه وارنینگ دیگه داریم میگه که آلت هم اضافه کنید بچه ها آلتو که میدید چه دیگه وقتی اکس رو نتونه نماش بده مقدار آلتو نشون میده خیلی مهمه این حتما این کار انجام بدید برای آلت هم بیام یه چیز خوب پیدا کنیم تو این بچه ها. مثلا چیه بذاریم خدا رو خوش بیاد آه این دسکریپشن خوبه آقا بچه دسکریپشنه چون نال اینجا پس برقشون ناله آه آرت دسکریپشن بچه ها اینها خودش داره هستن از این میتونید استفاده بکنید بیایم همین رو بدیم به آلت اولی ناله جالب بود برام اولی چرا ناله ولی کار اشکال نداره مهم نیست بیایم همین رو بدیم به عنوان آلت عکس اون بچه پس اینجا یکی دیگه تعریف کنیم بنام alt مساویس با image dot alt description فکر کنم اینجوری بود بچه درسته آره درست ببین بچه اون وارنگ ها کلن رفت پس الان عکس های ما الان من وی رو قطع بکنم میتونیم آلتر میتونیم بزنیم وی پی رو قطع آلتر ببینیم بچه ها خب من وی رو قطع کردم ببینیم اون عکس‌ها رو اون آلتر رو نشون میده خب بسه من اینو بزنم الان چون وی پی‌نم قطعه حالا چند نشون نمیده <applause> ای بابا خسته نباشه خب داره نشون بده چه جایی سرچ کنم شاید مثلا کش کرده داک مثلا مم. آره رو پیدا کرده بزر نشونم خود بده اگه نتونه عکس رو نشون بده بعد مقدار آلتی که نوشتیم نشون بده بچه ها این کارو میکنه آها نیا کنید بچه آره عکس رو نتونه شون بده، آلتو نشون بده مقدار آلت نشون میده میبینید بچه ها این آلتاشه. هاشه اوکی من فیلترش هم دور وست کنم خب یه رفرش میکنم نیستم داک دیگه عکس رو باید باید نشون بده خلاص عکس و عکس اومد پس این alt هم این کار میکنه یه پله آخر مونده انجام بدیم و دیگه این بخش رو ببندیم و بریم رو برای بعد بخش بعدی بچه نگاه کن اینجا من تو همه شو نوشم image. image. و image. میتونیم image رو ننویسیم چجوری این کار میکنیم؟ باز این هم ویدیو قبلی بهتون گفتم ما یه اصطلاحی داریم توی این ریاکت به نام دی استراکچر کردن پراپس خب چیکار میکنیم بچه ها من اینو پاک میکنم خب یه دونه پرانتز میذارم یه دونه ماکولات میذارم داخلش میرسم دس آرت description بچه ها آی دی و چی بچه آر ال اس حالا دیگه اون ایمیج دات هم لازم نیست بچه ها بنویسیم میتونیم پاک کنیم و سادگی به این کار میگن دی اکس دی اکس دی کردن پراپس بچه ها. یعنی شما میاد در واقع پراپستون رو میشکونید خوردش میکنید به یه سری چیز عنصر کوچیکتر اون عنصری که فقط لازم دارید رو میکشید بیرون اون پراپس ما اینجا کل چی سوش بود دیگه یادتون باشه ما همه‌شو که نمیخواستیم هم ستاره رو میخواستیم همون ستاره میکشیم بیرون بریم ببینیم الان بعد باز کار بکنه بچا ببینیم کار بله داره کار میکنه هیچ مشکلی هم نداره هیچ چیزی هم سرچ کنیم مثلا واتر بله داره کار میکنه خیلی خوب بچه بریم بیایم این بخش رو تموم کردیم چه جوری عکس رو نمایش دادیم بریم بیایم میخوام بیم سراغ که اکسل رو خوشگل بکنیم ما که قرار از عکس اینجا بالا تا پایین نشون بدیم خب کنار رو هم خوشگل شیک نشون, نشون بدیم فعلا خدا نگهدار